سلام، من سمیرا هستم. به کانال خودتون خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام بهتون این کلاه آشپزی خوشگل و راحت رو بهتون آموزش بدم به راحتی با تکنیک هایی که بهتون گفتم. خیلی سریع میتونین این کلاه رو بدوزین، خیلی دوختش آسون هست. تا انتهای ویدیو با من همراه باشین تا تکنیک های دوختش رو یاد بگیرین. خب بچه، بعد کلاهی که بهتون نشون دادم میخوایم بدوزیم، به یه دایره نیاز داریم، به قطر 40 سانت و به یه نوار هم نیاز داریم، یه نوار مستطیلی که عرض نوار استاندارد هست 16 سانت و طول اون با توجه به دور سرمون هستش، دور سر حال مشتریتون یا خودتون رو اندازه میگیریم. مال من 58 سانت هستش، پس میشه به طول 58 سانت یا دور سرتون یه چند سانتی اضافه بگیرید، در حد 2 سانت اضافه بگیرید و به عرض 16 سانتی استاندارد هستش. اضافات هم که طبق معمول 1 سانت میذاریم براشون. حالا میریم برای برش کارمون. بچه حالا میخوام دایره رو که بکشیم یه حدود فضایی رو در نظر میگیریم. من الان مثلا 45 سانت رو در نظر گرفتم، میایم وسطش رو میگیریم، حدودا میشه 22.5 از این سمت هم به همون شکل. ببینید یه دونه خط وسط کار ما در میاد. از همین مرکزی که داریم میایم دورش رو 40 سانت دیگه 20 سانت 20 سانت علامت میزنیم. ما چون میخوایم یه سانت هم اضافه بذاریم میشه 21 سانت. هر 21 سانت یه دونه علامت میزنیم. ببینید این صفرتون رو میزنیم روی این مرکزمون و 21 سانت 21 سانت به این شکل علامت میزنیم که دایرتون در میاد. بچه ببینید خطای ما به این شکل کاملا خودش یه دونه دایره در اومد. حالا این نقطه ها رو آروم آروم به هم وصل میکنیم به این شکل. ببینیم بچه به این شکل دایره ما کاملا در اومد. حالا میریم برای مستطیلش آماده کنیم. حالا مستطیلش رو میخواییم در بیاریم که 58 بود برای من با اضافاتی که گرفتیم. ما 60 میگیریم الان. پس همین گوشه کار راحتی برامون در میاد. برش هم باید بگیریم 16 بود، ما حالا اینجا میگیریم 18. از لبه کار ترکیش 2 سانتش رو رد کنیم که اون خط ترکی به. به این شکل این خط همونم به هم وصل میکنیم. الگوی ما خیلی راحت در اومد. سمت هم که از سمت ترکی هم بود حذفش میکنیم. به این شکل بچه الگوی ما در اومد. اینم شدش مستطیلمون. حالا میریم برای دوخته کار. بچه الان نوار مستطیلیمون رو به این شکل میاریم روی هم. اینجاش رو یه سردوز و دوخت میزنیم، میاریم بهتون نشون میدم. خب بچه ها نگاه کنید، این قسمت کار سردوز و دوخت خورد. ببینید الان به این شکل شده کارمون. حالا این رو به این سمت برمیگردونیم که اون درزه بیفته توی کار، یعنی از به سمت داخل کار که وقتی کار رو برمیگردونیم دیگه درزی نداشته بشه اون سمت. ببینید به این شکل دولا میکنیم.
این قسمت کار که دولای باز کار هستش رو یه سرویس میزنیم. حالا الان براتون سرویس میزنم، بهتون نشون میدم. ببینیم به این شکل شو داخل کار، ببینید چه از این سمت چه از این سمت کار تمیزه دیگه، هیچ درزی به سمت بیرون نداره، هر دو طرف کار تمیز هستش. حالا میایم بچه اینو به این شکل علامت میزنیم، این درزمون رو ببینید، درز رو میندازیم این قسمت کار به این شکل، یه تا به این شکل میزنیم و دوباره یه تا به این شکل میزنیم و این نقطه ها رو علامت میزنیم. ما الان 4 تا نقطه رو این تاها رو همه رو علامت میزنیم، 4 تا نقطه باید به ما بده. یکی اینجا شد، یکی این قسمت، یکی این قسمت و یه دونم این داخل شد. 4 تا نقطه باید داشته باشیم. اینجا میایم این دایرمونم که دورش رو باز سردوز زدیم، میایم به این شکل باز 4 تاش میکنیم به این صورت و باز روی این خطای تامون رو علامت میزنیم. حالا بهتون میگم برای چی. میام روی این خطایی که تا خورده همه رو علامت میزنیم. 4 تا نقطه هم باید روی این قسمت دایره همون داشته باشیم. به این شکل ببینید، 1, 2, 3, 4 تا نقطه روی این داریم. 4 تا نقطه هم ببینیم، 1, 2, 3, 4 تا هم روی این داریم. حالا میایم این 4 تا نقطه رو با این 4 تا نقطه که روی دایره داریم به هم وصل میکنیم. الان براتون سنجاق میکنم. 4 تا نقطه که روی قسمت هد داشتیم با 4 تایی که روی قسمت دایره داشتیم به هم وصل شد به این شکل. حالا بچه ها ببینید این فاصله ای که مونده، اینو میایم خیلی با حوصله حالت پیلیسه میکنیم، تقسیمش میکنیم. باید تو کل کار میزون باشه، یعنی تمام قسمت ها تقریبا مثل هم باشه. این دایره رو توی این تقسیم میکنیم که من الان ببینید یه نمونه شو مثلا به این شکل اینجوری ببینید به این شکل حالت پیلیسه میکنید و وصل میکنید و این رو باید کاملا به صورت یک دست و منظم توی کار با حوصله تقسیمش کنید. به این شکل میاد وصل میکنید. شما وقتی اون 4 تا تقسیمی که بهتون گفتم و اگه درست انجام بدین، اینم خود به خود کاملا کار حالت میزون و خوشگل در میاد. ببینید من یکیشو کاملا براتون وصل کردم. میایم به صورت منظم تو کل کار همین کار انجام میدین. من انجام میدم بهتون نشون میدم. طوری که میبینین به این شکل کل کار اومد، ببینید یک دست وصل شده. حالا میایم این خط رو یه دونه دوخت میزنیم. الان اینجاشو میدوزیم برمیگردونیم. سوزنهای کار رو همه رو در میاریم. بچه ها ببینید این دوخت اینجا رو من چرخ کردم، اینجا یه به اندازه یه پایه فاصله دادم و چرخ کردم کار رو. سوزن رو همه رو در میاریم. چهار تا سوزنم داخل کار زده بودیم، برای چهار تا علامتی که زده بودیم رو هم بس کردیم. کلاه ما آماده شد بچه ها. این پشت کلاه هستش و اینم برمیگردیم به سمت رو. یه کلاه آشپزی خیلی خوشگل آماده شد. آماده شد یه کلاه آشپزی خیلی خوشگل. این برم که دوخته مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. براتون آرزوی خوشبختی، سعادت و برکت میکنم. هر کجای این دنیا که هستین شاد و سرحال و سلامت باشین ایشالله. اگه دوست دارین تکنیک های خیاطی من رو یاد بگیرین، پیجم رو سابسکرایب کنین و زنگوله پیج رو بزنین. دوستتون دارم.